نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم خمس اموال شخصی که در زمان حیات منکر خمس بوده و از دنیا می رود فرمودند فرزندان این شخص بایستی خمس اموال او را بپردازند. معظم الله در رابطه با دلیل تعلق گرفتن خمس به اموال چنین شخصی فرمودند کسی که منکر خمس است و از دنیا می رود چنانچه مسلمان بوده و در زمان حیات به دلیل انکار خمس از پرداخت آن خودداری می نموده از آنجا که وجوب تکلیفی و وضعی برای پرداخت خمس بر عهده وی بوده لذا یک پنجم از مال باقی مانده او متعلق به وی نمی باشد و متعلق به اصحاب خمس می باشد. بنابراین این وجوب با مرگ تغییر پیدا نمی کند و لازم است که ورثه خمس مال او را بپردازند. ایشان در رابطه با حکم منکر نماز فرمودند کسی که مسلمان است و در زمان خود نماز نمی خواند و منکر اصل نماز است چون منکر ضروری دین شده در حکم کافر است، اما چون مسلمان است تکلیف از او ساقط نشده و نمازهایی را که نخوانده بر او واجب است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. حالا اگر منکر نماز نبوده و نماز نخونده، اگه ولد اکبر نداره واجبه بر ورثه که نماز براش بدن؟ خامیم حالا منکر باشه یا نباشه، حتی اگه منکر نباشه واجب نیست. حجه که واجبه، تنها حجه که کسی که مستطیع بود و نرفت باید از اموالش براش حج بدن ورثه. اما اگه کسی نماز نخونده، اصلا تو عمرش نماز نخونده، ولد این بر ورثه‌اش واجبه نماز براش بدن؟ تو عمرش روزه نگرفته، بر ورثه‌اش واجبه روز واجب نی؟ نه؟ بعضی، بله، من قبول ندارم اینو، جماعتی هم قبول ندارن. مسئله اینه که دلیل اطلاق داره، وقتی این اطلاق منصرف نی؟ منصرفه، بله، ببینید همون عروه رو، عروه که تل یک حاشیه داره، ببینید اکثر اینو نفرمودن، قبول نکردن. و بحث اینه، یعنی اگه بر ولد اکبر واجبه نماز و روزه پدرش رو بخونه، یه پدری 100 سال عمر کرد یه روزم روزه نگرفت عمدن، یه رکعت هم نماز نخوند، حالا بر ولد اکبر واجبه که این 80 سال برای پدرش واجب عینیه بر خودش که نماز بخونه؟ نه، اطلاق قبول، انصرافه. عرض کردم اطلاق منصرف به مصادیق متعارف است، از اول تا آخر فقه فقها اینو دارن. چرا اینجا منصرف به مصادیق متعارف نیست؟ بعضی گفتن، من قبول ندارم. ببینید حاشیه رو بعضی فقهات تصریح کردن که بنت شامل میشه. حالا یه بحث، آخه تنها یه روایت که نیست، چند تا روایته از اونها استفاده شده که ولد اکبر، یعنی پسر که اکبره، نه اگر چون ولد. این یکی از روایات، ببینید نه نه نه، قلیبه به اتفاق، یعنی عروه و حواشیشو ببینید، غالب فقها گفتن اون اکبر اگر پسره، غالب. بله، یه عده‌ای به اطلاق اولا ناس به میراثه توسط کردن، بعضی تو حاشیه عروه ببینید
بعضی فقها داره حتی ولو بنت برش واجب نماز روزه پدرش انجام بده، اما اینا خلاف مشهوره.